درود به همه. امروز توی مرکز فرهنگی وردن مونترال هستیم. قراره که نمایش شهر قصه اینجا به اجرا در بیاد با کارگردانی آقای جواد رستمی و دستیاری کارگردانی خانم منصوره احمدی. نمایشی که بیشتر از 50 سال از روزی که نوشته شده میگذره و امروز قراره که اقتباسی از این نمایش رو توی مونترال داشته باشیم. با ما همراه باشید. در خدمت خانم منصوره احمدی هستیم، دستیار کارگردان نمایش شهر قصه. خانم منصوره، راجع به نمایشتون یه مقدار به ما میگین؟ والا این نمایش همونجوری که شاید دوستان اطلاع داشته باشن حدود 50 سال پیش یه بار یعنی توسط جناب بیژن مفید نوشته شده و خب ساخته شده، فیلمش ساخته شده، تئاترش ساخته شده. ما اینو دوباره بازآفرینی کردیم و یه تغییراتی بهش دادیم، یه ذره نوآوری کردیم توی موزیکش، میزانسنهاش و ضبط صداش و به اجرا درش آوردیم. آیا این نمایش توی مونترال دوباره تمدید هم میشه یا نه؟ بله، امیدواریم که توی ماه می ما بتونیم یه اجرای دیگه داشته باشیم. و اصلا توی شهرهای دیگه هم احتمالاً به اجرا میاد یا نه؟ بله، امیدواریم که بتونیم توی اتاوا، کبک سیتی و تورنتو اجرا ببریم. نمایش شهر قصه یکی از نمایش‌های خیلی سرشناس و شناخته شده ایرانیه که تو جشن هنر شیراز تو دهه 50 در واقع این شرکت داشت و اگر اشتباه نکنم اون سال یکی از جوایز اصلی رو در واقع تو جشن هنر شیراز برد و بعد از اون اتفاق سال‌های دیگه هم رو صحنه بود، هم یک ضبط تلویزیونی ازش شد، هم به صورت فایل صوتی بیرون اومد و یکی دو سه نسل میشه گفت با این نمایش هم خاطره دارن، هم یه حس نوستالژیکی براشون هست زمانی که شخصیت‌ها رو میشنون، زمانی که صداها رو میشنون. و یکی از خصلت‌های این کار اینه که میشه گفت یکی از معدود نمایش‌های موزیکالیه که اون سال بود که از خیلی از المان‌های نمایش سنتی مثل روح حوزی، تخت حوزی و اینها استفاده کرده بود از المان‌هاش. تو زمان خودش یه جای خیلی مدرنی بود و به این خاطر بود که خیلی جلب توجه قرار گرفت، ضمن اینکه از اون ریشه های سنتی و از اون شکل ادبیات سنتی استفاده کرده بود ولی توی اون زمان اجرای مدرنی داشت. و ضمن این البته حالا فیلم هم روش ساخته شده، کار زیادی ازش انجام شده ولی همچنان تو خاطره چند نسل باقی مونده و من شک ندارم یک تعداد زیادی از آدمایی که اینجا هستن به علت این خاطره و حس نوستالژی که نسبت به این نمایش دارند اینجا حضور پیدا کردن که دوباره این بخواد تجدید بشه و یادآوری بشه براشون. من زن رمال نمیشم، کاری که رمال میکنه سوت اروپ فال میگیره، داد میکنه، قال میکنه، پیسر کتاب با میکنه، ورد میخونه، بو میکشه، کن میگیره، بو میکشه، بعد فال حافظ میگیره تا نصف شب حال میکنه، بس که مزخرف میبافه آدم رو بیحال میکنه، هرچی ستاره رو حواس ازش اطاعت میکنن، رئیس جنها زیر خاک چاکرشه، مخلصشه، وای از اون موقعی که یه جنی رو گیر بیاره هیجار و جنجال میکنه، بد میخونه، سوت میکنه، قال میکنه، سوت میکشه، دور خودش با نوک یک چاقوی تیز روی زمین خط میکشه، جن زبون بسته رو بیحال میکنه، زیر زمین چال میکنه، طلسم و جادو بلده، دیم دددک دو بلده، کفته رو بیبال میکنه، دیم بل و دیم بال میکنه، اول شب ویرد عجیبی میخونه قیب میشه، نزدیک صبح یک دفعه ظاهر میشه، از دهنش بو میاد، بوی عجیبی که آدم گیج میشه، زیر لب آواز میخونه، ماهو رو شهناز میخونه، را میره و قر میده، هی همچی همچین میکنه، هی همچی همچین میکنه، هی همچی همچین، همچی همچین میکنه. خیلی جالب بود که کسانی که احتمالاً حتی اون موقع به دنیا نیامده بودن وقتی نمایشنامه نوشته شده بود با استقبالشون و خوندن شعرها میتونستن دنبال کنن
اینه که این فقط یکی از بزرگترین یادبودی هستش که از آقای بیژن مفید میشه داشت که همچین خاطره رو برای همه ماها گذاشتن. بسیار عالی بود، فوق العاده خوب اجرا شده بود، صدا فوق العاده خوب بود و سالن بسیار زیبا و شکیل و فوق العاده. من شهر قصه رو وقتی که بچه بودم خب خیلی نمایش رو ازش خاطره دارم، از نوار قصه هایی که کوچیکی شنیده بودم، بعد دخترم هم که با هم اومده خیلی باش خاطره داره، این داستان رو با هم میخوندیم، ولی این اجرا رو تو مونترال دیدم، خیلی خوشحال شدم و امیدوارم از این نمایش ها زیاد تو شهرمون داشته باشیم. دارم از دست میرم، آخ خدایا چه کنم چه کنم چاره کنم، یه چیزی بدین پاره کنم. من دیگه دندون ندارم، دکتر و جراح بیارین، حال ندارم، جون ندارم، حکیم و بیتار بیارین. من چیزایی که دوستم از کارتونه که همه چیز خوشا بود، چیزی که دوست نداشتم که فیل بود که نارد بود. تو اینجا چطور بوده؟ نظرتون راجع به این برنامه چطور؟ واقعا لذت بردم. من بچه بودم قبل از اینکه از ایران بیام کانادا، که میشه سال 1350، قبل از اومدن تو تلویزیون این دیده بودم، در چه وقتی که اینو میبینم واقعا خاطرات بسیار خیلی خلاصه حال میده، خاطرات بسیار قشنگی از گذشته است. و کار آقای رستمی باید بگم که خیلی حرفه‌ای‌تر از اون چیزی که فکر می‌کردم قرار بشه. خب چون که ما دوستان زیادی داریم اینجا کار تئاتر می‌کنن با امکانات کم، و با امکانات کم خب همیشه در اون سطحی که بعضی انتظار دارن نیست، ولی واقعا امشب سطحش بسیار عالیه، با شگردهای تکنیکی که باعث میشه که تمام اون سیر معمولی این شهر قصه قشنگ به دل بنشینه. و من که تا حالا خیلی لذت بردم و همین الانش به قول فرانسوی شپو. بدوین بدوین تنبلای بی سواد، بشینید کتابا رو باز کنید، صفحه 11 حاضرید؟ حاضر. خب دیگه شروع میکنیم. الف ابن 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 که با ابن من الابن ابینا، ببن که با ببن من الببن ببینا، درود بر تو علی جان. امروز برای دیدن نمایش شهر قصه اثر آقای بیژن مفید، اصلا قبلا هم با این نمایشنامه آشنا بودی یا دیدی یا اولین باری که قرار ببینیش؟ در حقیقت من نمایشنامه رو تا حالا نخوندم، ولی یه سری اطلاعاتی دارم راجع به نمایشنامه که خب سال 1345 اولین بار نوشته شده و حالا یه تا حدودی با یه مقداری از کاراکتراش آشنا هستم، ولی تا حالا نه خود نمایشنامه رو نخوندم. با شخصیت های قصه چی اصلا آشنا هستی نیستی؟ تا جایی که من اطلاع دارم کاراکترها خاله سوسکه و روباه رمال و اگر اشتباه نکنم قاطر و شتر و اینا هست. و اصلا چی شد که امروز با این نمایشنامه آشنا شدی؟ قراره که امروز ببینیش؟ از چه طریقی با این نمایشنامه آشنا شدی اومدی ببینیش؟ والا بسیاری از حالا دوستانی که توی این نمایش درگیر کار هستن، از دوستان نزدیک من هستن، از آقای رستمی که کارگردان تئاتره تا تمامی دوستان، هادی ربانی، بهزاد، همه دوستای صمیمی من، و ماها شاهد تلاش و تمرین‌های پیاپی بچه‌ها بودم. دیگه امروز روز موعد رسید، گفتیم ببینیم که چه
نمایشی به اجرا در خواهد. خب در کنار رضا رکنی هستیم، خواننده با استعداد و خوش صدای مونترال. رضا جون تجربه کار با تئاتر و اجرا روی صحنه تئاتر چطور؟ قربونتون، اول از همه ممنون از لطفتون، سپاسگزارم ازتون، مرسی که تشریف آوردید. جالبش اینه که اولین تجربه‌ام هست تئاتر موزیکال که انجام میدم و خیلی چیزا یاد گرفتم، به خصوص کار با جناب آقای رستمیان. خیلی خیلی درس به یاد میده، خیلی صبوری به یاد میده و کلا یه ژانر مختلفی هست و خیلی خودتو باید اجاز بکنی با بازی بچه ها توی تئاتر. احتمال خیلی هم زمان بر بوده، تمرین ها و مد شدن و اینا، درسته؟ بله خیلی زمان بر بوده و بچه ها خودشون گفتن که یک سال هست تقریبا دارن کار میکنن، اما اینکه من بیام براشون آواز بخونم و ساز بزنم اتفاقی خیلی لست مینت شد و من تونستم این دوتا آوازی که اجرا کردم و خیلی راحت تونستم تقریبا درش بیارم. خیلی هم راحت نبود اما با همکاری دوستان تونستیم که با ساز ستار اینو درش بیاریم، چون ما پیانو داشتیم توی پارت اصلی. اما میدونم بچه ها حدود یک سال یا بیشتر که دارن با هم تمرین میکنم، تو چند وقتی که بهشون اضافه شدی؟ بله من تقریبا یک ماه و نیم هستش. بله یک ماه و نیم. صدای منم زیر صدای آقا موش بود، یعنی من موش رو چیز میکردم، بازی میکردم، صدام فقط بود. رستمی خسته نباشید، میگم استقبال بی‌نظیر بود از نمایش، همه فوق‌العاده راضی بودن. نظر خودتون چیه؟ والا من نظرم که من بیشتر این کار رو انجام دادم که یادی بکنم از یک عزیزی که برای من شخصا خیلی عزیزه، بیژن مفید، نویسنده، کارگردان، بازیگر و موزیسین و یه آدم کاملی که واقعا برای فرهنگ و هنر ایران بسیار زحمت کشید، به خصوص در زمینه تئاتر نو. و من تنها وظیفه خودم معمولا برای اساتید خیلی احترام قائلم و هر چنگاهی به خصوص در زمینه تئاتر میخوام اینا یک مقدار جوانان امروز، نسل امروز با یه همچین بزرگایی که زحمت کشیدن آشنا بشن و وظیفه خودم دونستم که هم یادی بکنم، هم به بهانه کاری از ایشون و مطرح کنم ایشون که چقدر زحمت کشیده برای هنر و فرهنگ ایرانی. و همین با یه ادام خوب دیدین که 20-25 نفر درگیر نمایش بودن، یک سال خورده ای بسیار زحمت کشیدن، اکثرانشون هم خب اولین کارشون بوده ولی واقعا زحمت کشیدن اینا. و طبق معمول من همیشه کارهایی که اینجا اجرا گذاشتم توی به خصوص در کانادا از اول همش هدیه بوده به ویژن مفید، اینم یکی از همون هست اینا. و خیلی خوشحالم که خوشبختان مردم خیلی خوش اومد، خوششانسی منه و دیگه همین هست که صرفا خواستیم یادی از ایشون بکنیم به بهانه این نمایش از بیژن مفید. و دیگر وضعیه همچین کسای شخصیت هایی همیشه من تو کارام گاهی از کارشون کار میکنم، فقط صرفا که یک یادی از اینا باشه، اسمشون زحماتی کشیدن برای فرهنگ و هنر ایران به خصوص در رشته که ما هستیم تئاتر.
تا جایی که میتونم به نسل امروز در اصل یادآوری کنم که ما همچی شخصیت بزرگی داشتیم داریم مثل بهرام بیضایی و خیلی های دیگه. چقدر خوبه ما متاسفانه فرهنگمون انگاری باید بعد از فوت این آدم ها این کار رو بکنیم، تا موقعی که هستن خودشون اصلا فکرشون نیستیم، بزرگداشتی برشون نمیگیریم، حتما باید نباشن که ما این کار رو بکنیم و این خیلی بده به نظر من. امیدوارم که این عوض بشه تا موقعی که هستن اینا قدرشون رو بدونن. چشاشو تو بده، دل خودشو تلو بده.